در طی جنگ جهانی دوم هزاران آلمانی جان خودشون رو از دست دادن و خانه هاشون رو به اجبار ترک کردن، چون هیتلر در پی ساختن شهر رویایی خودش بود. هیتلر نقشه کشیدن و برنامه‌ریزی برای ساختن شهر رویایی خودش رو از سال 1926 شروع کرده بود، چیزی حدود 10 سال قبل از شروع جنگ جهانی دوم. اون برلین رو به عنوان یک شهر دوست نداشت و به نظرش برلین بسیار کثیف و به هم ریخته بود. آلبرت اسپیسر مدیر آرشیتکت های پروژه شهر رویایی بود. اسپیسر هم درست مثل هیتلر دیوانه بود. اونها در طی برنامه ریزی و نقشه کشیدن برای ساختن شهر رویایی دوستان خوبی شدند. ظاهراً هیتلر با افراد دیوانه‌ای مثل خودش خوب کنار می اومد. برای سالها این برنامه ریزی ها به صورت راست باقی مونده بود، چون ممکن بود افراد حزب نازی گمان کنند که این کار نشدنی هست و این باعث مخدوش شدن وجهه هیتلر به عنوان رهبر حزب می شد. هیتلر حاضر به انجام هر کاری بود تا رویاش به واقعیت تبدیل بشه. قدم اول در این راه تخریب برلین بود و برای این کار اونها نیاز داشتن تا ده ها هزار خانه و ساختمان رو تخریب کنند. برای هیتلر اصلا مهم نبود که در حال جنگ هستند و اتفاقا موشک هایی که متفقین در برلین مینداختند به تخریب قسمت بزرگی از شهر کمک کرد. قرار بود که شهر رویایی دارای ساختمان های عظیمی در یک سطح باشه و برلین سطح همواری نداشت. برای یک دست شدن سطح برلین قسمت های از زمین باید تا 14 متر بالا بیاد. پر کردن این حجم از زمین تنها کار احمقانهی برای ساختن شهر جدید نبود. باید در مرکز شهر یک شاهراه اصلی به طول حدود 7 کیلومتر پر از سالن‌های تئاتر، فروشگاه‌ها و ساختمان‌های دولتی ساخته می‌شد و قرار بود در وسط این خیابان طاق بزرگی به نام طاق پیروزی ساخته بشه. همه چیز باید عظیم و باشکوه می بود تا لشکرکشی‌های نظامی و رشه هزاران سرباز و تانک‌ها به راحتی صورت بگیر. این شاهراه اصلی برای عبور عابران پیاده نبود. برنامه این بود که مسیر عبور و مرور در زیر زمین ایجاد بشه. تونل های دنباله داری که مردم برای رفت و آمد از اون استفاده کنند، چون هیتلر تحمل شلوغی و ازدحام جمعیت رو در خیابان های عظیمش نداشت. بالای این خیابان محل ساختن بناهایی برای جشن های حزب نازی بود. تاج شهر رویایی هیتلر تالار بزرگ بود. تالاری با گنجایش بیش از 150 هزار نفر با گنبدی به ارتفاع 289 متر. اما قرار بود چطور این بناها ساخته بشه؟ چه کسانی قرار بود اونها رو بسازن؟ اینجاست که همه چیز ترسناک میشه. هیتلر جنون انجام کارهای بزرگ داشت و جان انسانها براش اهمیتی نداشت. همزمان با شروع جنگ جهانی دوم در سال 1939 شروع به بیرون کشیدن مردم برلین از خونه هاشون کرد و اونها رو در جایی که قبلن محل اقامت یهودی ها بود اسکان داد و خانواده های یهودی رو به جایی تنگتر و کوچکتر منتقل کرد. اسپیر یهودی های بیشتر و بیشتری رو به اردوگاه های کار اجباری میفرستاد و این کار به ساختن شهر سرعت بخشید. برای ساختن این شهر حجم عظیمی از گرانیت و مرمر مورد نیاز بود، چون قرار بود سازه ها بتونی و نمای اونها گرانیت و مرمر باشه. راه بردن مساله از معدن به شهر از کمپ های کار اجباری میگذشت و برگ کار در معدن تراشیدن و شکل دادن به سنگ ها از یهودی ها استفاده میشد. با اینکه یهودی ها بیشترین کار رو میکردن، اما هیچکس حتی خود مردم آلمان از هیتلر و اسپیر در امان نبود. نیاز به نیروی کار بیشمار باعث شد حزب نازی همه مردان گدا، ولگرد و کولی‌ها رو برای کار در ساختن شهر بفرسته. همچنین اسیران جنگی هم برای کار اجباری به برلین فرستاده میشد. طراحان و آرشیتکت‌ها دقیقاً میدونستن که سازه‌هایی با اون حجم عظیم که مطابق میل هیتلر باشه رو چطوری بسازن. آلمان هم منابع و هم نیروی انسانی کافی داشت، اما چرا پروژه هرگز کامل نشد؟ دلیل اول همین جنگی بود که کل دنیا رو درگیر کرد. رابطه نزدیک هیتلر و اسپیر باعث شد تا اسپیر وزیر جنگ بشه و تمرکز و توجه اسپیر از ساختن شهر به جنگ معطوف شد. قرار بود بعد از پیروزی آلمان در جنگ ساختن شهر از سر گرفته بشه، که این اتفاق هرگز نیفتاد. بدون هیچ شکی هیتلر خودش رو برنده جنگ میدونست و فکر میکرد که منابع بی‌پایانی از نیروی کار و سرمایه در اختیار داره. اما با کمبود سرمایه مالی مواجه شد و در پی فتح سرزمین های دیگه بود تا مواد و نیروی کار رایگان رو فراهم کنه.
بی خانمانی و مرگ هزاران نفر در ابتدای ساخت ابرشهر هیتلر نتیجه این پروژه‌ای بود که هرگز تکمیل نشد. اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومده لایک و سابسکرایب یادتون نره.